إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء. خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، توفیقی است آیات مبارکه سوره بقره رو بازگو میکنیم. آیه این که الان تلاوت شد آیه شماره 163 و انشاءالله آیات بعد از آن خواهد بود. در این آیه خداوند سبحان ابتداعا اشاره می فرماید به مسئله توحید و وحدت در عبادت. و الهکم اله واحد، اله و معبود شما خداوند واحد است، اله واحد است. لا اله الا هو، نیست معبودی جز او به طور کلی. کلمه اله که بسیار در قرآن به کار برده می شود از ماده الوهیه به معنای عبادت و پرستش است. نهایت این که خود کلمه اله مثل کتاب از جهت وزنی چنین حالتی رو دارد و در معنا هم همون حالت رو، یعنی به اصطلاح فعال به معنای مفعول است. اله به معنای معلوح یعنی معبود، آن ذاتی که باید عبادت شود و پرستش شود. خداوند شما و اله شما و معبودتون یکی بیش نیست، اله واحد است، جز او معبودی وجود ندارد. خب این وحدتی که خداوند سبحان در پرستش مطرح میکند، استعذار دارید، بارها این مبحث رو در قرآن دیدید. ملاحظه شماست که وحدت در آفرینش شاید بدیهی بوده است برای خیلی از انسانها. جامعه انسانی از دیرباز به این که خالق یکیست، آفریدگار واحد است، مؤمن بودند و میپذیرفتند، راحت تر میپذیرفتند این رو. اما اگر بحث و اختلاف و حدیثی پیش می آمد در مسئله بعد از آفرینش، یعنی در بحث اون پرورش است و به دنبال اون پرستش، به همین خاطر تأکید هم در قرآن در این جهت بسیار وجود دارد و خود این بحث اله و وحدت در الوهیت و این یکی از موضوعات توحیدی بسیار زیبای قرآن کریم است. اینجا هم تکیه بر همین بود است. این اله، این معبودی که شما دارید، نمیتوانید در کنار این معبود دیگری را قرار بدید، نمیتوانید مظاهر دیگری را پرستش کنید. این به هیچ وجه جایگاهی ندارد و مردود است در منطق توحیدی. و به بیانی وحدت در عبادت، توحید عبادی در قرآن حضور پررنگتری دارد، به دلیل اینکه توحید در عبادت مراحل قبلی رو طی کرده است. یعنی اون وحدت در آفرینش گذشته،
الان نوبت پرستش است، بعد از آفرینش و آفریدگاری الان مرحله پروردگاری است. اون کسی که در مقام عبودیت موحد است، در مقام خالقیت موحد بوده است، اون رو طی کرده است، الان به این مرحله بعدی رسیده، پذیرفته است خداوند رو به عنوان خالق عالم و پذیرفته است خداوند رو به عنوان رب و پروردگار وجود، الان دارد عبادت میکند به عنوان موحد. توحید عبادی بنابراین اهمیت فزونتری دارد در تقسیمات توحید. اما خود عبارت آیین شریف رو دقت بفرمایید، فرمود الهکم اله واحد، این معبود شما واحد است. در مورد ذات باری تعالی شما دو کلمه را در قرآن میبینید که ریشه اینها یکیست با تفاوت همزه و واو. یعنی میگید الهکم اله واحد، مانند اینجا یا میگید قل هو الله احد، یا احدیت رو مطرح میکنید یا واحدیت رو. کلمه احد و واحد هر دو از ماده وحدتن، هر دو یگانگی و یکتایی خداوند رو مطرح میکنن. از جهت ادبی هم روشن است که مثل این که این دو کلمه از جهت ادبی با هم فرقی ندارند. یعنی کلمه احد اون همزه‌ای که دارد همون واو است، همون وحد است. وحده فعلش میشه همون احده، به دلیل این که بین واو و همزه این ابدال و تبدیل وجود داره، اینها با هم جابجا میشن، بدبستان بین این دو حرف وجود دارد. مانند این که واژه ورس و ورثه را میگویید ارث، کلمه ارث نداریم ما در لغت عرب، شما میگید میراث ارث فلانی چیست کدام است، کلمه ارث در لغت همون واو اون همزه اون، این ورثه، لذا فعلش میگید ورثه، اسم فاعلش میگید آرس یا میگید وارث، میگید وارث، آرس که نمیگید دیگه، همزه نمیاد اینجا. اینجا هم همینطور است، وحد و احد ریشه اونها وحدت است، اون یگانگی و یکتایی است. منتها این وحدت در مورد خداوند سبحان، من یه توضیح بدم شیرین است، مخصوصا هنگامی که سخن به حضرت او میرسد دیگه خوشترین کلمات و موضوعات و مباحث موضوعاتی است که پیرامون توحید مطرح میشه. عزیزان از این خوشتر سخنی نیست زیر این گنبد دوار. در مورد خداوند سبحان ما وحدت در ذات داریم، وحدت در صفات داریم، وحدت در افعال داریم. وحدت ذاتی خداوند، من یه بیانی بگم مطلب رو نزدیک به ذهن میکنم با حدی تنزل سخن که خدمت دوستان عزیز کاملا بحث سنگینی نکند. خب ممکنه شما در یه شهری یه شخصیتی داشته باشید از جهت علمی، یه پزشک متخصصی در یه تخصص ویژه‌ای که مانند اون در شهر و دیار شما نباشد، اون تک باشه، با این تخصص ویژه در این شهر ما فقط این یه طبیب رو داریم، این یه متخصص رو داریم. این کسی که شما الان اون رو می ستایید به یکتایی در این شهر، در این فن و در این تخصصی که دارد و در این رشته علمی، ایشان از جهت ذات و وجودش هر چه بخواهید مانند داره در شهر شما، هر کدام از شما ذاتاً مثل اون هستید. یعنی این آقای متخصص طبیب با این جایگاه ویژه ذات اون ذاتی است مثل شما، یعنی ذات انسانی است، مانند شما میخورد، مانند شما میخسبد، کارهای روزمره انجام میده و زندگی اینچنینی انسانی دارد. یعنی این عالم و این دانشمند، این محقق ذاتاً متعدده، ذاتش تعدد داره، هر چی بخواید مانند ذات او دیده میشود، اما از جهت صفت و تخصص وحدت دارد. اون تنها در این شهر که این دانش رو دارد، در این دیار که از این فن و علم آگاهی دارد و دیگران آشنایی به این معنا نیستند. من این مثال زدم برای اینکه وحدت ذاتی و صفاتی تو ذهنمون نزدیک بشه. ممکنه یک کسی از جهت صفات وحدت داشته باشه، یعنی صفات منحصر به اون باشه، اما ذاتش وحدت نداشته باشه. خداوند سبحان وحدت ذاتی دارد، یعنی جز ذات او ذاتی تصور نمی شود، در ذات او ابهام دیگری و شکل دیگری تصور نمی شود جز وحدت، لم یلد و لم یولد.
اون وحدانیت کامل و لم یکن له کفوا احد در مورد ذات اوست، هیچ شرکت و مشارکتی هم در ذات خداوند نیست، مانندگی نیست، تسلیس نیست، تسنیه نیست، دوتایی ستایی ابدا در مورد ذات او لیس کمثله شی، هیچ ذات خداوند هیچ تکثری چیزی ندارد، اون وحدت ذاتی الهی است که تمام وجود رو پر کرده است. به همین خاطر نمیخوام وارد بحث از این قلت و قیل ها بشم، اما همین مقدار میدانم که بعضی از دوستان میدانن بعضی از مسائل عقلی را، این که بعضی از فلاسفه بالاخره وجود را بعضا مشترک میدانن و پاره از تبعات وجود و مسائل وجود را مشترک بین خدا میدانند و خلق، و از اون طرف گروه دیگری از فلاسفه این اصالت را قبول نمی کنند. اونها قائل به اون جدایی ذات و وجود خداوند سبحان از هستی هستند. ظواهر آیات شریفه قرآن و سخنان معصومین این دومی رو تأیید می کند، ذات او ماورای تمام این وجودها و ادراکها و تمام این هاست، اون وحدت ذاتی است در وجود قدسی سبحانی و حضرت باری تعالی. خب این وحدت در ذات، حالا به دنبال وحدت در ذات وحدت در صفات است، یعنی خداوند صفاتی دارد که در صفات خودش هم تک یکتاست، بی همتاست و بی مانند است، در صفات اون هم همتایی وجود ندارد و یگانه است. خب بالاخره ما صفاتی که داریم، این بحث هم ظریفه، التفات می‌فرمایید حتما که انشاءالله مطلب روشن باشه. شما می‌گویید که فلان کس هم عالم است هم شاعر است، هم طب می‌داند هم شعر می‌داند، طبیب است و شاعر است، دو صفت براش میگیم. نزدیکتر بگیم، میگید فلان کس هم دانایی دارد هم توانایی دارد، هم انسان دانایی است هم انسان توانایی است، توانا بود هر که دانا بود، زدانش دل پیر برنا بود. این دانایی و توانایی دو مفهوم جدا هم، دانایی دانستن است، توانایی توانستن، یکی نیستن دیده با هم، دو چیزن. این انسانی هم که داناست و تواناست دو صفت داره، یعنی این دو صفت از جهت مستاق و از جهت مفهوم وقتی نگاه میکنید دو چیزند، دانایی چیزیست، توانایی چیزیست. این انسان میتواند دانا باشد اما توانا نباشد، میتواند توانا باشد اما دانا نباشد. خیلی از انسان ها هستن که توان زیادی دارن اما از دانایی خبری نیست، و بالاخره قدرت زیاد دارن اما آگاهی ندارن، فرار میکرد، این فرار میکرد، گفتن چرا میگریزی از این گاو میش، گفت این توانایی و قدرتش خیلی بیشتر از منه اما داناییش از من خیلی کمتره و از چنین چیزی باید فرار کرد، چاره جز گریز نیست، لذا میگریزم که در امان باشم. گاه ممکنه دانایی یه جا باشه برعکسش اون توانایی نباشه. خب اینو گاهی به اصطلاح خودمون میگیم وقتی که میدانستم نمیتوانم، آن زمان که میتوانستم نمیدانستم، این رو هم میگیم. اما در مورد خداوند سبحان صفات الهی از جهت مفهوم متعددند اما از جهت مصداق واحدند. این خیلی بحث مهمی است، توجه دارید؟ یعنی میگید عزیز، حکیم، علی، قدیر، سلام، مؤمن، مهیمن، تمام صفات خداوند رو میگید، هر کدام یه مفهوم رو برای شما به ذهنتون منتقل میکنه اما از جهت مصداق تمام اینها یکی هستن، برخلاف اون که در مورد ما انسان هاست. خداوند وحدت صفاتی دارد، یعنی تمام این اسماء الحسنا و صفات الهی در یه ذات با هم کنار هم جمع است، مانند این نیست که یه وقتی باشه این صفت و اون دیگری نباشد. نعوذ بالله علم باشه حکمت نباشه، حکمت باشه قدرت نباشه، قدرت باشه غنا نباشه، ابدا. وحدت ذاتی خداوند، وحدت صفاتی خداوند این است که تمام این مجموعه صفات یک جا در کنار هم همگرا در وجود خداوند سبحان دیده می شود و مشاهده می شود، برخلاف ما انسان ها که بعضی از صفات رو ممکنه داشته باشیم اما هیچگاه پیش نمی آید که این صفات ما با هم متحد بشه، در کنار هم همه صفات باشد و اینها از جهت مصداق یکی بشن، نه اینها متعددند
و متکثرن در وجود ما، اما در خداوند سبحان وحدت در صفات است. در افعال هم همینطوره. افعال باری تعالی وحید است، یه وحدت فعلی داره خداوند. افعالی که از ذات او برمی آید به شکلی که از ذات او برمی آید از هیچ موجود و پدیده ای صادر نمیشه و شکل نمیگیره. افعال باری تعالی این کار اوست که در آن واحد خداوند یا من لا یشغله شأن عن شأن. شما الان چیزی نیست این 6 میلیارد 7 میلیارد که اگر 70 میلیارد 700 میلیارد بشر موجود، اصلا بگید تمام موجودها، چون نباید بگیم بشر دیگه، انسان فقط، صدها میلیارد بیلیارد موجود الان در عالم هستی هستن که اینها دارن همین لحظه ای که الان من و شما داریم در کنار وحی تنفس میکنیم و بر سفره قرآن نشستیم، اینها الان دارن زمزمه حق میکنند. تمام میلیاردها ماهیان دریا، تمام میلیاردها پرندگان طائر در جو، حرکت کننده در فضا، در هوا، تمام این موجودات و تمام این زنده برگ های هستی، همه اینها در کنار ما انسان ها، هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، اینها دارن زمزمه میکنند، خدا رو میخوانند. انسان ها بگید همین 6 میلیارد 7 میلیارد، مطلب رو کوچکتر کنیم، خب بالاخره در روی زمین الان این انسان ها دارن هر کدامشون یا الله میگویند. مقدار توجه خداوند به هر موجود از اون موجود دیگر کمتر نیست. همان مقداری که خدا به شما توجه میکند، به اون سوی عالم، به امت و جماعتی هم که در قاره امریکا هستن توجه به اونها که در غیر این کره زمینند، به موجودات غیر زمینی داره توجه میکنه خداوند. توجه ذات باری تعالی به یه موجود، به یه پدیده، انصراف و بیتوجهی اون رو به پدیده دیگر موجب نمیشه. یا من لا یشغله شأن عن شأن. شما دارید با یه کسی تلفنی صحبت میکنید، نمیتونید این خط رو بخونید، یه خط بخونید، به خط دوم دستتون میذارید میمونید که دیگه نمیتونید بخونید، این جواب نفهمیدم چی گفت، الان یه چیز اشتباهی جواب ندم، اون بگه بگم بله بله بله، ببینم دارم میگم مثلا تو فلانی، میگم بله بله مثلا، اینطوری نشه این مرتبه. و امثال این، ما نمیتوانیم متاسفانه اگر به مقابل نگریستیم دیگه انسان نمیتونیم دست راستمون ببینیم، اگر پیش رو دیدیم پشت سرمون نمیبینیم، ما رو مشغول میکند یه چیزی. وقتی دلمون یه جایی گرفتار شد بعد دیگه نمیتوانیم به جای دیگر برویم. این حالات وجودی مخلوق است و خلق است، اما ذات او آنیست که با همه دلها سر و سر دارد، در تمام جانها خانه دارد، با همه انسانها همزمان یک زمان قریب مجیب سخن میگوید، در کنار اونها نشسته است، همدمی میکند، همزبانی میکند. فذکرونی اذکرکم رو به همه بندگانش میگه. این صفات عجیب الهی است، فعل عجیب الهی است که در این کسی شریک نیست. مثلا این وحدت صفاتیه، وحدت فعلیه خداوند سبحان. پس وقتی میفرمایید الهکم الهان واحد، حالا اینجا جمله باقی موند با تمام این توضیحات، آیا بین واحد و احد تفاوتی وجود دارد؟ آیا الهکم الهان واحد با الهکم الهان احد اگر خداوند میگفت قل هو الله احد، یه فرق کوچیک وجود داره. خیلی از بزرگان میگن فرقی نیست، تفاوتی نیست، اما احتمالی هست که این احتمال تأیید میشه در مورد کلمه واحد و احد در مورد خدا. کلمه واحد همه این مطالبی که گفتم درش هست، یعنی وحدت ذاتی، وحدت صفاتی، وحدت فعلی. اما کلمه احد وقتی گفته میشه، به نظر بزرگان متعله و عالمان توحید شناس میگن کلمه احد نظر دارد به وحدت ذاتی خداوند. وقتی میگی قل هو الله احد، یعنی داری به اون یکتایی و بیمانندی ذات حق توجه میکنی صرفا. اما وقتی واحد میگی، ذات و صفات و فعل به دنبال هم میاد. به هر تقدیر زیباست، چه احد اون چه واحد اون، مطلب رو میرساند. برای تأکید بیشتر فرمود اصلا لا اله الا هو. اگر درک این معنا بکنید، اصلا معبودی جز خداوند نیست که در پی اون باشید. چون پس چی رو به عنوان معبود قرار دادید؟ شما از کجا معبودی در کنار خدا می نهید، عبادت می کنید جز خدا را؟ اصلا نیست، وجود ندارد. لا نفی جنس، اصلا جنس اله در هستی خدا
قرار نداده که شما بخواد عبادتش کنید. پس شما هر چیزی رو جز خدا عبادت کنید و مشرکانه در کنار ذات او قرار بدید، مسلم یه توهم، یه غلط و یه مغالطه ذهنی است. و لا اصلا عبادت شأنی است، منزلتی است، ردایی است که هیچگاه معبود بودن رو جز خداوند نمیتواند این ردا رو بتن کند. این فقط شایسته قامت حق است و بس. و اگر هر عبادتی انسان انجام میدهد از آن اوست، ما معبودی جز او نداریم، لا اله الا هو. حالا اینجا یه بحثایی هم هست و یه گفتگوهایی هم دارن که گاهی بالاخره سری به این بحثا در موضوعاتی زدیم دیگه، وارد اون نمیشیم که آیا این تکوینی تشریعی. یه بحثای دیگه هم داره که دیگه اونها باز قدی سنگین میشه. به دنبال اون فرمود الرحمن الرحیم، این لا اله الا هو، این خدای یکتا، این واحد در ذات و صفت و افعال، الرحمن الرحیم است. الرحمن الرحیم است، هم رحمت رحمانیه دارد و هم رحمت رحیمیه دارد. خیلی زیباست. ببینید این نکته در قرآن خیلی مهمه. به دوستان عزیزم در سوره مبارکه حدید اشاره می کردم، این که فرموده و معکم اینما کنتم، خداوند با تمام اون که ما از جهت ذات نمی توانیم به اون نزدیک بشیم، به ما هم فرمودن هیچ فکر نکنید در ذات خداوند. الان در آیه بعدی کمین امشب شروع میکنیم خدمتون میخوانیم، ان فی خلق السماوات والارض، هفت تا موضوع رو خواهیم گفت. در این هفت موضوع برید فکر کنید. آیات هست برای قومی که یعقلون، زمینه های تعقلتون تو این سرفصل ها باشد، یعنی در خلق خداوند، نه در خالق، نه در ذات او، امکان نداره. اینجا بحر لجی و عمیق یه دریای ظلمانی است که وقتی برید غرق میشین، مسلم نه شناگری این بحر میدانید نه توان این رو دارید. هیچ بس پا نگذارید تو این دریا و به کنارها بایستید و تماشا کنید. فقط به ذات حق نمیتونیم نزدیک بشیم ما، اما در عین این که خداوند این ذات لایتناهی غیر قابل تصور رو برای ما داره، میبینید این خدای چنین عظیمه با این هیبت و محابت، بعد میگوید هو معکم اینما کنتم، من با شما هستم هر کجا که هستید. یعنی از اون جلالت و از اون قدسیت خداوند می آید کنار بندگانش می نشینه. ذات باری تعالی نمیخواد یه تصوری از خودش به بندگانش بده که خدا دور از دسترس ماست، ما اصلا کجا، ما بندگان بی سر و پا کجا و ذات اقدس الهی کجا، دستیابی ما به او ممکن نیست، ما اصلا جرأت و جسارت سخن گفتن با او را نداریم. نه اصلا این نیست. این تصور نباید بیاد برای انسان ها. دوری از خداوند نباید در ذهن ما بیاد، و حال اینکه ما از ذات او چنین دقت و تأملی رو داریم و به ما تعلیم دادند. یعنی خداوند میخواهد از خودش تصوری به بندگانش بده که خدایی که در این نزدیکی است، پای آن کاج بلند، روی قانون گیاه، روی آگاهی آب، لای آن شبوها، خدایی باشد که نزدیک انسان باشه، نه خدایی که بریم لای کتاب‌های فلسفی بخوایم پیداش کنیم، بسیطه الحقیقه باشد، واجب الوجود مطلق باشد، یا دنبال این مسائل نیست قرآن که از این نوع عبارات و اصطلاحات به شما تعلیم بده. به دنبال اون که فرمود و الهکم اله واحد لا اله الا هو، فرمود الرحمن الرحیم، از اون عظمت اومد چی شد؟ دست مهربان و عطوفتش رو، مهربانی و عطوفت رو سر تمام بندگانش قرار داد. الرحمن، این معبودی که شما را آفریده است رابطه خوش و عالی با شما داره و اون رابطه رحمانیه، یعنی رحمت گسترده خودش رو شامل همه بندگانش کرده است. بعد از آن که آفریده است شما را، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، بعد از اینکه شما را آفریده است، حالا این پروژه هدایت رو شروع کرده است خداوند، شده الرحمن، رحمت شامل حال و تمام بخش های وجود و هستی و آفرینش است. هیچ حوزه ای نیست که زیر پوشش لطف رحمانیه و محبت رحمانیه حضرت او نباشد. حالا اگر استحقاق و قابلیت بیشتری بود، اگر اومدید استقبال بهتری از این رحمت کردید، اگر دل دادید، دل بر شما رو رها نمی کند. قدم این جلو نهادید، قدم جلو می نهد. اگر شما رحمت رحمانیه رو جذب کردید، اونگاه مرحله بعدی شروع میشه و رحمت رحیمیه میاد.
اگر شما از فیض عام بهره بردید و قابلیت رو نشون دادید، اونگاه فیض خاص. با هزاران مرتبه تنزل و تشبیه عرض میکنم، یه معلم یا استاد بحث رو به شکل عام برای شاگردانش در کلاس مطرح میکنند، اما میبینه در بین اینها بعضی ها هستن که کجا کفاف کند باده ها به مستی ما، تشنه اند، قابلیت دارن، استعداد دارن، پشتکار دارن، تفنن نمیخواهند بلکه حقیقت رو میجویند، پژوهنده و جوینده اند به معنای واقعی. بعد اینا رو صداشون میزند خارج از کلاس، بعد از اون بحث عامی که برای جمیع شاگردان گفته است، حالا نکته ها و دقت ها و ظرافتی رو به شکل خاص به اینها بازگو میکند، میشه الرحمن الرحیم. وقتی به شکل عمومی اون قابلیت دیده شد و زیر چتر رحمت رحمانی رفتیم و نشان دادیم خدایا ما تشنه ایم، این جذبش کردیم، گرفتیم این لطف تو رو و آمادگی داریم و قابلیت داریم، انشاءالله به لطف خودت که مرحله بعدی باشه، بعد رحمت رحیمیه میاد، میشه سعج تو به حال الذین یؤمنون و یتقون. حالا اون کلید و راهکاری که فاصله رحمت رحمانی تا رحیمیه رو طی کنیم، تقوا و ایمان است. با راهکار تقوا و ایمان انسان میاد زیر چتر رحمت رحیمیه خداوند هم قرار میگیرد. فرمود هو الرحمن الرحیم، این خداوند، این اله و معبود تربیتتون میکند به شکل رحمت رحمانیه، اون رحمت ویژه رو هم بهتون میده، رحمت خاص هم میآید و به عنوان رحمت رحیمیه هم مطرح میشه. خب این آیه به عنوان یه نکته توحیدی مطرح شد و همان گونه که اشاره کردم در ادامه و آیه بعدی، ان فی خلق السماوات والارض، التفات بفرمایید، آیه رو خداوند با ان شروع میکند، همانا به درستی که محققا، یه تأکید و یه قوت در انتقال مطلب است، یعنی هیچ تردیدی نکنید، به درستی محققا مسلما، ان فی خلق السماوات والارض، اون جمله‌ای که اونجا اشاره کردم خدمتتون، همانا در خلق آسمان ها و زمین گفته شد که بارها به زبانهای مختلف فرمودند که در ذات خداوند شما راه ندارید. اینجا همان است که بارها گفته ایم، بالاخره بدانید که حکیم نازی به عقل، تا کی به حک به فکرت این ره نمی شود تی، بکن هزاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قلع دریا. یعنی تعلیق بر محال، یعنی محاله این که ما بتوانیم به ذات خداوند راه ببریم، نه ادراک ماست، نه اسبابشو داریم، نه توانشو داریم. پس بنابراین بحث میاییم، ما تو صفات و تو خلق خداوند سبحان، مخلوقات خداوند، ما میدان سیر و حرکت و تفکر و بررسی داریم. فرمود ان فی خلق السماوات والارض، میخواید تأمل کنید و تعقل کنید، این میدان گشوده پیش روی شما، همانا در خلق سماوات و ارض، آسمان ها و زمین. سماوات و ارض وقتی گفته میشه، تمام دامنه کیهان رو شامل میشه، یعنی تمام مجموعه آفرینش و جهان خلقت که ما میبینیم تو کلمه سماوات و ارض است. برید تو آسمان ها و زمین، در خلق آسمان ها و زمین تأمل کنید، فی خلق سماوات و ارض. استهزار دارید، کلمه سماوات همیشه گفته ایم که به شکل جمع در قرآن دیده میشه، به علت جمع آمدن سماوات هم مفاهیم متعددی است که در کلمه سما وجود داره، یعنی شما واژه سما رو در قرآن به معانی زیادی میبینید. کلمه سما گاه هرچی بالای سر شما سما دیده میشود، گاه میبینید کلمه سما رو خداوند در قرآن به قطرات باران، به ابرها سماع میگوید خدا در قرآن، فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. نوح به قومش میگه شما به طرف خدا بیایید استغفار بکنید، چنین و چنان خداوند، یرسل السماء علیکم مدرارا، بر شما مرتب میکند بارش ابرها را و باران را. سماع میشه آسمان، ابر، بارش، به این معنا یرسل السماء علیکم مدرارا. کلمه سما به معنای جو نگهبان زمین می آید در قرآن کریم، حافظ شماست. کلمه سما به معنای تک تک کرات آسمانی میاد، تمام اجرام کیهانی که می بینید بالا سرتون، همه اینها منظومه ما فراتر از اون، کهکشان راه شیری بعد از اون، همه اینا میشن سما. پس کلمه سما در قرآن کریم معانی متعددی دارد، به همین خاطر هم جمع بسته میشه، سماوات میاد در قرآن.
و حتی از این فراتر دیگه اون بحث سماع معنوی است که ما واقعا این رو نمیتونیم انکار کنیم. آیات و نشانه ها در قرآن مشخصه که گاه سماع گفته میشه و دیگه آسمان مادی اراده نمیشه، یه جنس دیگریست، یه عالم دیگریست، یه جهان دیگری ماورای این جهان و این ماده رو خداوند در قرآن سماع میگوید. اون هم یدبر الامر من السماء الى الارض، از اون جایی که امر خدا می آید تعبیر به سماع میشه در قرآن کریم. پس بنابراین سماوات جمع بسته میشه، اما ارض مفرد میاد چون ما یه ارض بیشتر نداریم، یه زمینه. همین زمین زیر پای ماست، همین زمینیه که روی اون زندگی میکنیم و چیزی دیگه هم نمیشناسیم. این به عنوان ارض شناخته میشود و مفرد در قرآن میاد. یه وقتی اشاره میکردم در یه آیه قرآن بعضی ها همچین کمی تمایل پیدا کردم که نکنه مثلا این تعبیر از قرآن استفاده بشه، تعدد عرض. بعد از این که فرمود خداوند آسمان را آفرید، چه میرسد به اینجا که و من الارض مثلهن، و خداوند از زمین هم مثل آسمان آفرید، من الارض مثلهن. بعد میگن این مثلهن یعنی همونطور که آسمان ها طبقات سبعه دارن، یعنی همونطور که آسمان های هفتگانه گفته میشه، زمین هم مثلا زمین های هفتگانه بشه و مثلا هفت زمین. و حالی که روشنه در اون آیه شریفه وقتی خداوند فرمود مثل آسمان ها از زمین هم آفرید، اینجا کجا کی میتونه اثبات کنی مثلیت، مثلیت عددی باشه؟ بس عدد نیست که بگید هفتا هفتا، نه، با همان قوت، با همان قدرت، با همان حکمت و درایتی که خدا آسمان ها را آفریده است، زمین هم با همان اقتدار و قوت آفریده است، مثل اونها با کمال، با اقتدار، با صلابت و با حکمت زمین را هم مانند آسمان ها خداوند آفریده است. این مثلیت در کیفیت، نه در کمیت و عدد. بحث عدد اونجا مطرح نیست که خداوند بحث عدد رو بخواد مطرح کنه و بازگو کنه. خب به دنبال اون فرمود نفی خلق سماوات و الارض، همانا در خلقت آسمان ها و زمین آیاتی است. خب این آسمان ها و زمین رو خداوند مطرح میکنه. و اختلاف لیل و نهار، ببینید خود آسمان ها و زمین وقتی خداوند سبحان فرمود دیگه دامنه گسترده شد، تمام دائره کیهان میاد، تمام زمین میاد، تمام این مجموعه میاد. و اختلاف لیل و نهار، حالا در میان این تحولات آسمان و زمین یه چیزی هست که اون خیلی مهمه و اون هم اختلاف شب و روز، لیل و نهار، شب و روز. کلمه اختلاف شب و روز وقتی گفته می شود در قرآن کریم دو معنا می توانیم استفاده کنیم ازش. یک معنا اختلاف می گید یعنی تفاوت، تفاوت شب و روز. این خودش نکته عجیبی است. به این معنا که شما فقط در دو روز در سال می توانید اختلاف را نبینید، به الا در بقیه 364 روز می بینید این اختلاف را. یعنی شما در دو روز است که در بین شب و روز اختلاف نمی بینید. یه اعتدال ربیعی است، یه اعتدال خریفی است. یعنی بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. روز اول سال و روز اول پاییز، این اعتدال ربیعی است، بهاریش این اعتدال زمستانی است. فقط دو روز شب و روز با هم برابرن، اختلاف ندارن، 12-12 میشن 24. اما در بقیه ایام سال هیچ برابری بین شب و روز نیست و این اختلاف و شب و روز برخواسته از چرخش و حرکت زمین، حرکت وضعی زمین، نحوه مدار زمین نسبت به خورشید، نسبت به خودش در کل منظومه شمسی، این تحولات رو ایجاد میکند. و اختلاف لیل و نهار و مهندسی این کار نکته عظیم خلقت و شگفت‌انگیزی است که باید مورد تأمل قرار بگیره. اون انضباط خاص و نظم خاصی که در طی هزاران سال، میلیون ها سال، میلیارد ها سال به همین شیوه داره اداره میشه. اختلاف لیل و نهار. معنای دومی که آیه شریفه وجود داره اختلاف به معنای تفاوت نیست. اینم از خود قرآن استفاده میکنیم. هو الذی جعل اللیل و النهار خلفه لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. خداوند شب و روز رو خلفه قرار داده است. خلفه یعنی جانشین، یعنی خلیفه، یعنی به جای هم. خداوند آسمان و زمین رو به جای یکدیگر قرار میدهد. این میشه اختلاف لیل و نهار، یعنی آمد و شد، یعنی روز می رود شب می آید، شب می رود روز می آید. در این خدای سبحان برای شما توجه و تعمق قرار داده است، در آمد و شد شب و روز.
در بعضی از آیات قرآن فرمود اگر روز می آمد و نگاه می داشتیم روز را، فمن یأتیکم بلیل تسکنون فیه، بعد شب اگر نمی بود برای زمین می دونید چه اتفاقی می افتاد؟ اگر خداوند شب رو می آورد و تبدیل به روز نمی کرد، یعنی کره زمین کره تاریک می شد، یا کره زمین فقط کره بود که هیچگاه این سایه روشن در اون شکل می گرفت و بخش تاریک و روشن نمی شد، اونگاه چه اتفاقی می افتاد؟ یا زمین گوی آتشینی می شد که محل موجودات زنده نبود، یا جسم فسرده سردی می شد، یخچالی می شد که قابلیت حیات در اون نبود. اما خداوند با اختلاف لیل و نهار، با آمد و شد شب و روز، تنظیم میکنه نیازمندی های موجود زنده رو به حرارت، به نور و خصوصیاتی که از خورشید گرفته میشه و به این زمین داده میشه. و اختلاف لیل و نهار. و در این حال اون نظم های ویژه‌ای که در زندگی شما پیش میاد، شما با شب و روز کارتون رو تنظیم میکنید، استراحتتون رو تنظیم میکنید، عمرتون رو تنظیم میکنید، امورتون رو تنظیم میکنید با همین آمده شده شب و روز. و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، خب میدانیم که از مجموعه این مساحت کره خاک 1/7 اون آب است، 1/3 خشکی است. این خیلی کم لطفی است که ما انسان ها نتونیم از اون بخش عظیم و اکثریت زمین استفاده کنیم. ما فقط در 1/3 اون کار کنیم، از 1/7 اون بی‌نصیب باشیم. خداوند سبحان اون 7 قسمت رو هم زیر پای ما قرار داد، امکان استفاده از دریاها رو به بشریت داد، سیر و دریا نوردی رو تعلیم داد به انسان‌ها توسط انبیاء خودش، نوحی فرستاد، کشتی فرستاد، خصوصیاتی فرستاد تا بیشتر این نکته رو به ذهن انسان‌ها قرار بدهد و تعلیم به آدمیان بدهد. فرمود و الفلک التی تجری فی البحر، و این فلک کشتی‌هایی که اینها جریان در دریاها دارند. فلک میگوید به خاطر اون شکل هندسی فلک مانند و شکل تدویری و بیزی مانند کشتی. التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، که اینها موجب منافعند برای انسان ها. الان میبینیم 25% حمل و نقل دنیا حمل و نقل دریایی است، 25%، و این سهم 25% سهم نوعاً کالاهایی است که امکان حمل اینها به غیر مسیر دریا نیست. یعنی این میلیون ها تن بار میشه این نفتکش، اون پیکر حرکت میکند از این سوی عالم به اون سوی عالم. از اون سو میبینید محموله های سنگین عجیب که نه قابلیت حمل هوایی دارند اینها، نه از طریق زمین مقرون به صرف، نه امکان صرفشون هست. اینا تو این آب‌های بیکران زمین خداوند سبحان به گونه این قواعد و قانون رو به انسان داده است که کشتی رو بسازد، وزن حجمی آب تنظیم بشه، اینها بیان و حرکت کنن، ماه ماه سال سال روی این آب‌ها بچرخند، این طرق مواصلاتی دریایی قواعد روی آب و این راه‌ها و امکان استفاده انسان‌ها فراهم بشه و بهره ببرن. بما ینفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء، دوم کشتی، سوم کشتی، چهارم و در اون چه خدا انزل الله من السماء فرو میفرستد از آسمان از آب، در این هم برای شما آیات است. آیه شریف دو معنا میتوانه داشته باشه، یک این که بحث باران است و تنظیم باران با قواعدی که خداوند قرار داده است، و این چرخه آب در زمین، تبخیر آبها از دریاها با آسمان رفتن باز مجدد، اینها غنی شدن و مجدد برگشتن به زمین با اون خصوصیات خاصش، و آبیاری شدن زمین به گونه ای که جز این برای انسان امکان اون نیست. اگر خداوند آب را از آسمان نمی فرستاد، اگر به این شیوه آب در اختیار انسان ها و آبیاری بارانی رو خدا در طبیعت قرار نمی داد، زمین کره زنده و شادابی نبود. شما بهترین منابع طبیعی زمین جنگل هاست، جنگل ها رو چه کسی آبیاری میکند؟ و ما انزل الله من السماء، این باران الهی است که آبیاری میکند. بشر که نمیتونه، ما که امکان آبیاری جنگل ها رو نداریم. این رأس، این سر این قله های بلند و کوه ها میبینید باران میبارد، دامنه ها رو نگاه میکنید، سبزی رو میبینید، لذت میبرید و اون تراوت طبیعت و شادابی حیات بشری با آبیاری الهی. انزل الله من السماء. و گذشته از این نکته بعدی هم که وجود داره، این که اصلا این شیوه آبیاری، شیوه آبیاری نافع و مقرون به صرف،
قابل استفاده، کما اینکه بالاخره در این سالهای اخیر نوعا در کشورهایی که مشکل آب دارن بیشتر حرکتشون به سوی آبیاری بارانی است، سعی میکنن همون مانند طبیعت و خداوند زمین را آبیاری، که اتفاقا هنگامی که گیاهان از سر آب میخورن به از آن است که از پی آب بخورن، به از آن است که از ریشه آب بخورن. وقتی از سر آبیاری میشن اینها شادابی و زندگی بیشتری هم درشون دیده میشه. معنای دومی که در آیه وجود داره و ما انزل الله من السماء، سماء نه به معنای آسمان، به معنای بلندی، خدا آب را از بلندی ها به زیر می آورد. این هم این نکته بسیار مهمی است در طبیعت که آب سیر از بالا به پایین دارد که میتونه مشروب کنه تمام سطوح مختلف طبیعت رو، و الا عکس اون اگر می بود نمی شد، انسان ها دچار مشکل و زحمت می شدن. فاحیا به الارض بعد موتها، خداوند میباراند و زمین مرده فسرده رو زنده میکند و شاداب میکند با این بارش و رحمت. مسئله بعدی، و بث فیها من کل دابه، و بعد اونگاه به دنبال اون خداوند بث میکند. بث به معنای منتشر کردن و تفریق و پراکنده کردن، و خدا بث میکند در زمین از هر دابه. این کلمه بث رو یه نکته کوتاهی هم عرض کنم. ببینید گاهی اون جریان تعبیر و کلام یعقوب خیلی خوب است، انما اشکو بثی و حزنی الالله. گاهی شما یه مشکلی براتون پیش میاد، خب حزنی دارید، غمی دارید، بالاخره عرض به خدمتون دورانش میگذره، تمام میشه، گاهی هم یادتون میکنید، خاطر اون غم براتون میاد، عزیزی از دست میرود، مراسمی محقق میشه، انجام میدید، دفن میکنید، به خدا میسپارید، گاهی هم سر گورستان میرید، یادی میکنید، خاطرتون میاد، تمام. اما گاه نه، یک کسی رو از دست دادیم به این معنا که خبر از اون نداریم، یه مفقود الاثری داریم که نمیدونیم چه شده است اصلا، آیا زنده است یا نه، اگر زنده آیا چه شرایطی داره، آیا خوش است یا ناخوش است، آیا در زندان است یا رها است، آیا بیمار است یا سالم است، شب اون چیست، روز اون کدام است. یه حالات عجیبی برامون پیش میاد، یه تحولات این چینی توزه، یعنی لحظه به لحظه هی فکرمون میره به طرف اون، به گونه گاه میشه که تفرقه حواس برامون پیش میاد، یعنی میگه آقا من تمرکز ندارم، من اصلا ذهنم جوریست که اصلا این طرف اون طرف میزنه. این رو میگن بس. پس ما یه حزن داریم، یه بس داریم، گاه یه غمیست که بالاخره یادش میکنید، متاثر میشید، تمام، فوت کرده است رحمت الله علیه، اما گاهی بثه، اصلا ذهن شما و تمرکز شما را ازتون میگیرد. انما اشکو بثی و حزنی الالله. یعقوب میگه من یوسف از دست دادم اما از بین نرفته، نمیدونم کجاست، چه حالی دارد، آیا در زندان است، آیا در راحتی است، آیا خوش است، آیا ناگواری دارد، چه حالتی بر یوسف من داره میگذره. این میشه بث. بث به معنای تفریق، پراکنده کردن، تشدد، پراکندگی. لذا میبینید به پروانه ها وقتی حرکت پروانه رو میگن فراش مبثوث، بس در مورد پروانه گفته میشه، حرکت پروانه یه حرکت متفرقه، یه حرکت منظم نیست، یه حرکتیست که میچرخه میچرخه، بعد میبینید خودشو میزنه به کجا، میزنه به شعله، بعد میسوزد، بعد میگید که دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کند. این پروانه زده خودشو به شکل نامنظم و سوخته است و هلاک شده، حالا این شمع داره گریه میکنه در خون اون پروانه که ناحق کشته شده، مثلا به تعبیر و دیدگاه شاعرانه این که ادیبان پارسی درست میکنند از این صحنه زیبا. و بس فیها من کل دابه، متفرق کرد خدا، دابه یعنی جنبنده و موجود زنده، انواع موجودات زنده رو روی زمین. و تصریف الرياح، و انتقال و جابجایی کردن ریاح و بادها. خداوند این نیروی عظیم و قدرت توفنده باد رو که الان بشر داره روز به روز بیشتر استفاده میکنه از انرژی باد، این توربین های بادی که میبینید انرژی باد رو داره به تسخیر میکشه، بیشتر بشر داره از این منبع طبیعی استفاده میکنه. و تصریف ریاح و چرخاندن و گرداندن این بادها که سریعا به دنبالش، و سحاب المسخر بین السماء والارض، و این صحاب و این ابرهایی که بین آسمان و زمین خدا نگرشون داشته، اینا رو مسخرشون کرده است، در اختیار الهی ماندند.
خب اولا ارتباط باد و ابر دقیقا در آیه مشخصه که به کمک این باد هاست که خداوند ابرها رو به حرکت در میارد، منتقل میکند، جابجا میکند. اینی که میگید ورسلنا الرياح لواقح، خدا بادها رو عامل تلقیح قرار میده، این بادها میان ابرها رو با هم کنار هم میچینند، اونگاه اینها تلقیح میشن، بارور میشن و میبارند. شهر مقدس مشهد شاهد بارش رحمت الهی خواهد بود، تا اون بادها نیان این ابرها نمیبارند و بارش نمیکنند. این آیه شریف ورسلنا الرياح لواقح، بادها تلقیح میکنند، این رو در تلقیح گیاهان هم استفاده شده این آیه، یعنی باد میاد فالیز کاشتید، حتی این نمیدانم خیار و خربزه، چه برسد به درختان، تا زمانی که باد نیاد که اینها محصول نمیدن، یا باید باد بیاد که این گرده های نر و ماده رو جابجا کنه، یا همین حشرات باشه، همین حیوانات و حشرات با بالشون این گرده ها رو منتقل کنن تا این مزرعه شما، باغستان شما امروز محصول بده، پسته داشته باشید، امسال اینا پسته ندارید، اگر نیاد این بادها شما پسته نخواهید داشت، این حیوانات نیاد محصول نمیبرید، فایده نمیکنه براتون. اما آیه شریفه و ارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء، به کدوم میخوره؟ به تلقیح آسمانی میخوره. این بادها میان ابرها رو حامله میکنن، آبستن میکنن، میشه فالحاملات، اینا حاملات میشن، اونگاه به امر خداوند فرو میکنن، به باریدن و نازل شدن. این و صحاب، این بادها صحاب رو، ابر رو میگید صحاب، سحبه به معنای حرکت کردنه، چون ابر حرکت میکنه. خدا در قرآن ابرها رو میگه عارض، عارض میگن این آیه عرضیه، یعنی موقتیه، و ابرها میگن عارض، چون نگاه میکنید آسمان پر ابر میشه، نگاه میکنید ابر نیست، بهشون میگن. به ابر قرآن میگه غمام، چون پر میکند برای سرتون، دلتون غصه دار میشه، میگید بازم ابری هوا امروز، هم ابری هوا صاف نشد هوا، شهرهایی که آفتاب نمیبینن صبح که بلند میشن میگن اوه بازم ابره، این حالت دلگرفتگی میاد، غمام میاد براشون. این ابرهای مسخر بین آسمان و زمین، الان که میرید به هواپیما سفر میکنید، از ابرها وقتی میره بالا، بالای ابر قرار میگیرید، بعد کنارهایی که نگاه میکنید لذت میبرید و میبینید این ابرها چگونه بین آسمان و زمین و سحاب المسخر بین السماء والارض، چطور خداوند این توده های سنگین با وزن های میلیونی، خدا چطور اینها رو بین آسمان و زمین نگاه داشته است، مأمورند به حرکتشون و کجا ببارند. خب تمام این هفت موضوع گفته شد، بعد ان فی خلق السماوات والارض، تمام اینها لآیات، در تمام اینها نشانه هاست، نشانه هایی در همه جهت، نشانه هایی در عظمت خلقت، در عظمت ناظم، در جلالت خالق، در شکوه آفرینش، در تراوت و زیبایی تمام هستی. اما لآیات، برای چی این آیات وجود داره؟ برای همه انسان ها؟ لآیات لقوم ینظرون، برای کسانی که نگاه کنن به این آیات، سرشون به آسمان بلند کنن یا نگاهی بکنن به ابرها، نگاه کنن چه ابر قشنگیست؟ نه، برای اون کسانی که لقوم یحسون، اینها رو حس کنند؟ نه، در اینها آیه وجود دارد. اما لقوم یعقلون، برای کسانی که با تعقل، با تفکر به این آیات خداوند بنگرند، خدای سبحان تجلیات خودش رو قرار داده است. پس نگاه کردن به این آیه های خدا اگر بخواد کانال و مسیر توحید ما باشه، اگر بخواد ما رو برساند به اون زیبایی های وجود و عظمت خداوند، باید نگاه، نگاه چی باشه؟ نگاه متعمقانه، عمیق، متفکرانه، با تأمل و حوصله و دقت و شناخت کافی، و الا نگاه سرسری سطحی آنی نیست که خداوند به این قوت و قدرت این آیه شریفه رو مطرح کنه و انسانها رو به سوی اون توجه بدهد. اما و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا، با همه این حرفا عده ای از انسانها که غرقن زیر این رحمت خداوند و این آیات الهی، باز چشمشون رو میبندند، نمیبینند آیات خداوند رو، و به جای اون که به سوی حق بیایند، حق گریز میشوند و ادامه آیات که انشاءالله نوبت آینده با دوستان عزیز در میان خواهیم گذاشت. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و آخرت کوتاه مگرداند. سلامتونات بفرماید.